احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه منتشر شد. آقای شهید از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدود کننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد. بنابراین گزارش، 30 روزنامه نگار و وبلاگ نویس ایرانی در زندان به سر میبرند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود در ایران هیچ روزنامه نگاری زندانی نیست. آقای شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اصلاح قوانین و سیاستهایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین المللی را تضعیف یا نقض میکنند به عنوان اولویتهای اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برد. این در حالی است که مسئولان ایرانی مانند صادق آملی لاریجانی رئیس و محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه تاکنون چند بار تاکید کردند که قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای احکام دین اسلام تدوین شدند و بعضن با قوانین و اصول بین المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند. یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش‌ها و موضع‌گیری‌های او شمار بالای اعدام‌ها در ایران بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود با انتقاد از این مسئله گفته است جمهوری اسلامی در سال گذشته 753 نفر را اعدام کرده که نیمی از آنها به علت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. به گفته آقای شهید این تعداد اعدام از سال 2002 تا کنون بی‌سابقه بوده است. آقای شهید از دولت ایران خواسته است تا بر اساس قوانین بین المللی مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعدام نوجوانان را لغو کند. بنابر گزارش احمد شهید، از ماه می سال 2014 تا کنون جمهوری اسلامی حداقل 29 روزنامه نگار، وبلاگ نویس و کاربر اینترنتی را بازداشت و زندانی کرده یا تحت تعقیب قرار داده است. احمد شهید در گزارش خود گفته روزنامه نگاران تحت تعقیب یا بازداشت شده اغلب با اتهاماتی مانند ارتباط با رسانه‌های خارجی، انتقاد از رهبران حکومت یا بحث درباره مسائل حساس سیاسی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مقامات ایرانی مکررن ادعاهای مبنی بر اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه از جمله دستگیری فعالان دانشجویی، سیاستمداران میانه‌رو، وکلا و روزنامه‌نگاران را رد کردند. گزارشگر سازمان ملل متحد همچنین از سرکوب و بازداشت غیرقانونی و رعایت نشدن حقوق دادرسی گروه‌های عقیدتی مانند دراویش، بهائیان و شاگردان محمد علی طاهری انتقاد کرده است و خواهان پاسخگویی دولت ایران به این موارد شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از قوانینی که به گفته او باعث نفی بیشتر حقوق بشر خواهند شد ابراز نگرانی کرده است. به گفته آقای شهید این قوانین اختیارات بیشتری به جمهوری اسلامی برای نفوذ در رسانه‌ها، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی و جوامع حقوقی می‌دهند. ایران تاکنون به احمد شهید اجازه سفر به این کشور را نداده و گزارش احمد شهید بر اساس مصاحبه با ده‌ها نفر در داخل ایران و همچنین تبعیدی‌های ایرانی تهیه شده است. قدرت‌های جهانی طرف گفتگو با ایران مذاکراتی را آغاز کردند که محور آن صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت رسیدن به توافق اتمی است. خبرگزاری رویترز می‌گوید چون این اقدامی می‌تواند کار اخلال در رسیدن به توافق را برای کنگره ایالات متحده سخت‌تر کند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در ادامه واکنش‌ها به نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به رهبر ایران، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز 21 اسفند به جمع منتقدین آن پیوست و این اقدام را غیر مفید توصیف کرد. در واکنش جان مک‌کین سناتور با نفوذ حزب جمهوری‌خواه آمریکا شدیداً به اظهارات فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان اعتراض کرد. سناتورهای آمریکایی در این نامه مستقیماً گفته بودند که امضای هر گونه توافقنامه میان ایران و جامعه بین المللی باید به تایید کنگره آمریکا برسد و درباره تصمیم‌های تکروانه دولت اوباما در این زمینه ابراز تردید کرده بودند. جان مک‌کین وزیر امور خارجه آلمان را متهم کرد که طرفدار سیاست مماشات است. مک‌کین با توسل به یک مقایسه تاریخی تصریح کرد
که سیاست مماشاتگرایانه اشتاینمایر در قبال ایران همانند تلاش‌های بیهوده دولت بریتانیا در دهه 30 سده 20 است که با دادن امتیاز به هیتلر می‌کوشید از شروع جنگ جهانی دوم جلوگیری کند. به گفته مککین دیگر نمی‌توان به وزیر امور خارجه آلمان اعتماد داشت. آلمان از جمله کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 است که از 5 عضو دائم شورای امنیت چین، آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه و نیز خود آن کشور تشکیل شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا، کسی که دیدارها و گفتگوهای مستقیمی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دارد، از دیگر منتقدان نامه سناتور هاست. او یک روز پیش از همتای آلمانی خود در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته بود کنگره اختیار تغییر توافق احتمالی میان دولت آمریکا با ایران را نخواهد داشت. از سوی دیگر جمهوری خواهان امضا کننده نامه و برخی دیگر از چهره های سرشناس این حزب از آن دفاع کرده اند. گروهی از مخالفان مذاکرات فعلی میگویند توافق احتمالی همچنان میتواند راه دسترسی به سلاح هسته‌ای را برای ایران باز بگذارد. از میان 8 قطعنامه شورای امنیت 4 مورد از آنها تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشته است. علاوه بر تحریم‌های اتمی، منع خرید و فروش فناوری هسته‌ای و نظیر اینها، ایران با تحریم‌های بین‌المللی در مورد خرید تسلیحات نظامی نیز روبرو است. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های رسمی غرب می‌گوید آنها در حال گفتگو بر سر مواردی هستند که در برگیرنده پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که آغازگر رفع تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود. یک مقام رسمی که نامی از او برده نشده گفته است اگر توافق اتمی شکل گیرد و این خود یک اگر بزرگ است، ما می‌خواهیم فوراً به موضوع تحریم‌های سازمان ملل بپردازیم. همین خبرگزاری از قول یک مقام ارشد آمریکایی نیز نقل کرده است که چنین گفتگوهایی در جریان است. مقام‌های رسمی گفتند چنین قطعنامه احتمالی در صورت فرجام مذاکرات با ایران میتواند از هر گونه توافق اتمی در مقابل اقدام احتمالی کنگره ایالات متحده محافظت کند. با این همه مشخص نیست چه زمان و با چه سرعتی این تحریم‌ها برداشته خواهند شد. از جمله هنوز این پرسش مطرح است که چون این قطعنامه‌ای اگر طرف‌ها تا پایان ماه مارس به یک توافق سیاسی برسند ممکن خواهد بود یا تا زمان رسیدن به توافق جامعه احتمالی در پایان ماه ژوئن به تعویق خواهد افتاد. ایران و مقام‌های کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در لوزان سوئیس به گفتگوهای خود ادامه خواهند داد. ساعتی پیش کنفرانس هفتگی سخنگوی وزارت خارجه آقای ندال پایان گرفت. در این کنفرانس ضمن مطرح شدن مسائل مختلف با خبر شدیم که روز 18 مارس مراسمی در انستیتوی جهان عرب برگزار خواهد شد با عنوان سوریه فراموشت نکردیم. اما حدس میزنید که یکی از موضوعات مهم و مطرح امروز مسئله نشست لوزان و همینطور پرونده هسته‌ای ایران و نشست بعدی هم در بروکسل خواهد بود که روز دوشنبه شب آقای جواد ظریف با 3 وزیر خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان ضمن انجام گفتگو مراسم شامی را هم برگزار خواهند کرد. avec ses homologues allemands, britanniques et iraniens, ainsi qu'avec Madame Mogherini, pour évoquer la négociation en cours avec l'Iran sur son programme nucléaire. در این ارتباط از آقای نادال پرسیدم که نشست بروکسل آیا ادامه نشست لوزان هست یا به طور موازی مسائل دیگری رو دنبال میکنه. آقای نادال گفت Oui, bonjour. La réunion de lundi, c'est une continuité de ce qui va se dire dimanche à Lausanne ou c'est parallèle? Non, c'est un point d'étape entre un certain nombre de partenaires qui participent à cette négociation. دیدار دوشنبه مرحله ای است که بعد از آن کنفرانس مطبوعاتی نخواهیم داشت. این دیدارها برای روشن شدن بخش‌هایی از تعهدات جمهوری اسلامی است که زمانی وفادار به انجامش نبود. از لحن و کلام سخنگو روشن نبود که نحوه ادامه و پایانی و روزها با حضور وزرای خارجه چگونه خواهد بود. برای مثال آیا ضرورتاً وزرای خارجه اروپایی دوباره به
روزان برخواهند گشت یا نه. آقای نادال می گفت از پاییز 2013 اولین گام جدی از سوی ایران برداشته شد. Un point d'étape entre les pays européens qui participent à cette négociation, France, Allemagne, Royaume-Uni et la haute représentante de l'Union européenne, Madame Mogherini, et le ministre iranien. در جای دیگر آقای نادال ضمن تأکید به حضور آقای جان کری شنبه گذشته در پاریس گفت که هیچ دولتی در پشت و پنهان دولت دیگر گفتگو نمی کنه و 3+3 یا همون 5+1 متحد در برابر ایران صحبت می کنه. در پایان از آقای نادال پرسیدم که چه موضوع و استدلالی ممکن است که کار گفتگوها رو به بن‌بست بکشاند. Pour que le résultat soit négatif, c'est-à-dire il n'y aura pas un accord. Le ministre a fixé la À part la date. Le principe. آقای نادال گفت وزیر منظور آقای فابیوس موضوع رو مشخص کرده است. موضوع فعالیت‌ها و برنامه‌های صلح‌آمیز انرژی اتمی حق مسلم ایران است، اما هرگاه این برنامه‌ها نیت نظامی داشته باشد طبیعتاً جامعه بین‌المللی با آن مخالف خواهد بود و واکنش نشان خواهد داد. آقای نادال افزود که به گفته آژانس بارها در گذشته جمهوری اسلامی ایران این تعهدات خودش رو جدی نگرفته بود و به آن وفادار نبود. در روزهای آینده از محل و همینطور از کاخ وزارت خارجه گزارش‌هایی در این ارتباط خواهید شنید. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهان برکناری علی یونسی مشاور رئیس جمهوری ایران شده است. این نماینده تندرو مجلس همچنین گفته است مجلس سخنان اخیر آقای یونسی درباره عراق را بررسی خواهد کرد. آقای کوثری با تاکید بر اینکه اظهارات یونسی برای دولت هزینه بر است گفته با توجه به سابقه امنیتی آقای یونسی نمیتوان این برداشت را کرد که اظهارات مسئله دارش سهوی است. وی گفته در درجه اول رئیس جمهور باید به این مسئله رسیدگی کند و دستور دهد تا دستگاه‌های امنیتی و قضایی آقای یونسی را بخوانند و در نهایت محاکمه کنند. پیش از این علی یونسی مشاور رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در همایش هویت ایرانی در تهران گفته بود امپراتوری ایران به پایتختی بغداد مانند گذشته در طول تاریخ احیا شده است. بغداد مانند گذشته حوزه تمدنی، فرهنگی و هویتی ماست. جغرافیای ایران و عراق قابل تجزیه نیست و فرهنگمان غیر قابل تفکیک است. تمام منطقه خاورمیانه ایران است و تمام ملت‌های منطقه بخشی از ایران هستند و ما خواهان تأسیس اتحادیه ایران در منطقه هستیم. آقای کوثری اظهارات آقای یونسی را ناسنجیده و غیر قابل گذشت توصیف کرده و گفته است سخنان آقای یونسی نشان دهنده ذهن معاند وی است که می‌خواهد بین کشورمان و کشور دوست و برادر عراق نفاق ایجاد کند. سخنان آقای یونسی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران و رعایت نشدن حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی همواره مورد انتقاد تندروها بوده است. دو هفته پیش قوه قضاییه ایران سخنان آقای یونسی مبنی بر نقض خودسرانه حقوق شهروندی در ایران را قابل تعقیب قضایی خوانده بود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفته است اگر مشاور رئیس جمهور قدرت بیان ندارد و اشتباهاتش سهوی است، آقای روحانی باید وی را برکنار کند، چرا که با سخنرانی‌هایش هر روز هزینه و چالش جدیدی برای دولت و نظام ایجاد و جامعه را ملتهب می‌کند. آقای کوثری همچنین گفته است مجلس نیز از رئیس جمهور می‌خواهد که به این موضوع رسیدگی کند و رئیس جمهور باید خیلی قاطعانه با یونسی برخورد و وی را از سمتش عزل کند. اظهارات اخیر علی یونسی همچنین با واکنش منفی مقام‌های عراقی روبرو شده است. وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای با ابراز تعجب از سخنان علی یونسی آن را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است عراق کشوری دارای حاکمیت است که توسط خود عراقی‌ها اداره می‌شود و روابطی مثبت با کشورهای همسایه و از جمله ایران دارد و اجازه نمی‌دهد که در امور داخلی این کشور دخالت و یا به حاکمیت ملی آن تعرض شود.
حمله آقای کوسری به مشاور رئیس جمهوری ایران در حال صورت گرفته که دو روز پیش آقای یونسی در مصاحبه دیگر با العالم با ارائه توضیحاتی درباره این اظهاراتش که موجب واکنش مقامات کشور عراق شده نیز گفت ما معتقدیم کشورهای منطقه با اتحاد و همکاری می توانند با توسعه طلبی کشورهای خارج از منطقه مقابله کنند و این به معنای چشم داشته ایران به مرزهای سایر کشورها نیست. آقای یونسی همچنین در مصاحبه خود با العالم گفته است هیچ وقت به فکر توسعه طلبی نیستیم و مرزهای منطقه قانونی است و ما به تمامیت ارضی و استقلال همه کشورها احترام می‌گذاریم و هرگز به فکر دخالت در کشورهای منطقه نیستیم. در این میان اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هیچگاه نه اعتراضی به اظهارات مشابه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که گفته است مرزهای ایران به باب المندب رسیده است و یا سخنان مهدی طائب مبنی بر اینکه سوریه برای رژیم ایران مهمتر از خوزستان است نشان ندادند. بانک آلمانی کومرز بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفته است. کومرز بانک آلمان اعلام آمادگی کرده که برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای نظیر ایران و سودان در مجموع جریمه‌ای معادل 1 میلیارد و 450 میلیون دلار به ایالات متحده بپردازد. بنا به توافقی که روز پنجشنبه میان مقام‌های آمریکایی و این بانک آلمانی صورت گرفت، کومرز بانک با پرداخت این جریمه از تعقیب قضایی وزارت دادگستری آمریکا مسئول می‌ماند. کومرز بانک مسئولیت تخلف‌های انجام شده را به عهده گرفته و وعده داده است که با به کارگیری قوانینی سخت از تکرار آن جلوگیری کند. لزلی کالدول دستیار دادستان کل آمریکا درباره عملکرد کومرز بانک گفته است که با پنهانکاری‌های صورت گرفته صدها میلیون دلار از جانب شرکت‌ها و افراد ایرانی و سودانی که در فهرست تحریم آمریکا هستند من نقاط مختلف انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مبلغ جریمه کومرز بانک نزدیک به مبلغ 1.9 میلیارد دلار است که پیشتر در سال 2012 بزرگترین بانک اروپا HSBC به دلیل مشابه محکوم به پرداخت آن شد. سال گذشته نیز بزرگترین بانک فرانسه BNP پاریباس با پذیرش اتهام خود در انجام معامله با کشورهایی که زیر تحریم آمریکا قرار دارند به پرداخت جریمه نزدیک به 9 میلیارد دلار محکوم شد. از زمان آغاز بحران مالی نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ برای مقابله با پولشویی مجرمان بین المللی و انتقال پول از کشورهایی که زیر تحریم آمریکا قرار دارند افزایش یافته است. از سال 2009 بانک های معتبر اروپایی نظیر کردیت سوئیس، بارکلیز، لویدز و ING جریمه های هنگفتی برای انتقال پول اشخاص حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم های آمریکا هستند پرداختند. در پرونده کومرز بانک آلمان به نقض مقررات تحریم از سوی این بانک در قبال کشورهای ایران، سودان، برمه و کوبا اشاره شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی مسئولان کومرز بانک برای جلوگیری از فعال شدن سیستم هشدار نظام نظارت بر معاملات را دستگاری کرده و مثلا مشخصات افراد و سازمان‌های موجود در فهرست تحریم را در زمان انتقال دارایی آنها پنهان می‌کردند. کومرز بانک همچنین متهم شده که با ضعف سازوکار نظارتی مناسب به پولشویی و تقلب مالیاتی شرکت ژاپنی اولیمپوس یاری رسانده است. شرکت اولیمپوس پیشتر در سال 2012 به اتهام تقلب حسابرسی به ارزش 1 میلیارد 700 میلیون دلار محکوم شده بود. کومرز بانک که دفتر مرکزی آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد، همچنین پذیرفته است که علاوه بر پرداخت جریمه، شماری از کارکنانش را اخراج کند و سیستم نظارتی مستقلی که مورد قبول مقام‌های ایالت نیویورک باشد، به کار گیرد. مارتین بلسینگ مدیر کل این بانک با پذیرش موارد نقض مقررات گفت با تغییر سازوکار، پرسنل و آموزش نقایص مورد نظر مقامات آمریکایی را برطرف می‌کنیم. در
اقلیم کردستان عراق میگه به تعهدی که با دولت مرکزی این کشور در مورد صادرات نفت داره پایبند هستش و بر طبق این تعهد تا کنون 97% از میزان نفت مورد توافق رو در اختیار سومو شرکت نفت عراق قرار داده، اما در مقابل دولت مرکزی عراق به تعهداتش عمل نکرده و تنها 20% از میزان بودجه در نظر گرفته شده رو به این اقلیم پرداخت کرده. با این همه مسئولان وزارت منابع طبیعی این اقلیم گفتن که کردستان عراق به این تعهد پایبند خواهد موند و تا پایان سال نیز مابقی نفت مورد توافق رو صادر خواهد کرد. اقلیم کردستان حتی گفته که صادرات نفت از این اقلیم رو تا پایان سال 2015 به 600 هزار بشکه در روز ارتقا خواهد داد. مطابق با توافقی که میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور صورت گرفته، اربیل متعهد شده تا پایان سال 2015 روزانه 550 هزار بشکه نفت صادراتی رو از طریق بندر جیهان ترکیه در اختیار شرکت نفت عراق قرار بده. این تعهد در پی آن انجام شده که دو طرف ماها بر سر صادرات نفت شمال عراق وارد مناقشه شده بودند و اقلیم کردستان به صورت یک جانبه اقدام به فروش نفت از طریق بندر جیهان ترکیه به بازارهای جهانی کرده بود، موضوعی که در واقع اقدام تنبیهی بغداد رو برای این اقلیم در پی داشت و بغداد بودجه سالیانه این اقلیم رو که شامل 17% کل بودجه عراق است رو قطع کرده بود، به نحوی که مقامات کردستان عراق آنچنان دست بسته شدن که حتی از پرداخت حقوق کارکنان دولتی خودشون هم ناتوان ماندن. به هر روی اگرچه با روی کار آمدن دولت جدید در عراق و سفر وزیر نفت عراق به اربیل توافقنامه میان دو طرف امضا شده و دو طرف ماها مناقشه در این باره پایان دادن، اما این توافقنامه گویا هنوز به طور کامل اجرایی نشده و مقامات اربیل میگن که دولت مرکزی عراق به رغم آنکه کردستان به تعهداتش عمل کرده حقوق کارمندان این اقلیم رو پرداخت نکرده. همینطور اشاره بکنم که از روز سه‌شنبه انتقال نفت کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه به دلایل نامشخصی متوقف شده. در طی یکی دو سال گذشته بارها به دلیل ناآرامی‌ها در عراق انتقال نفت از این بندر به پایانه جیهان قطع شده بود.